19 ساله بودم سردردم شروع شده، همینجوری ادامه داره تا فکر میکنم از میگرن بدتر بیماری نباشه. تا جایی که یادمه از سن 14 سالگی سرم درد میکرد. حساب کنین تو این چند ساله چقدر دارو خورده؟ انقدر که دیگه از شمارش افتاده. یادداشت کردین دیگه دفعات سردردتون رو؟ یعنی آخرین ویزیت مهر ماه بود، درسته؟ و هر دفعه مجبور شدی مسکن استفاده کنی؟ بله. به نظرتون اون میگرکسترا جواب میداد؟ سردرد و به خصوص سردرد میگرنی یکی از سردردهایی هست و یکی از بیماریهایی هست که به شدت ناتوان کننده است و تمام ابعاد زندگی افراد رو تحت تاثیر خودش قرار میده. سردرد میگرنی نوعی سردرد ضرباندار است که معمولاً با تهوع و استفراغ و حساسیت به نور و صدا همراه است. در صورت درمان نشدن بین 4 تا 72 ساعت طول می‌کشد. حدود 10% از مردم دنیا به میگرن دچارند. این عارضه در زنان 3 برابر شایع‌تر از مردان است. میگرن به ویژه اگر مکرر و یا شدید باشد منجر به کاهش توانمندی و افت کیفیت زندگی می شود. در مجموع تنها 29% از بیماران میگرنی از درمانهای معمول رضایت داشته و 48% رضایتمندی نسبی دارند. بیشک درمانهای دارویی عوارض کوتاه و بلند مدت خود بر ارگانهای مختلف بدن را بر جای می گذارند. واقعا آزاردهنده است. نه تنها خود مریض، خانواده را هم درگیر میکنه. به ویژه بچه های آدم همشون وقتی میبینن افسرده میشن، ناراحتی میگیرن. نکته جالبی که خدمتون باید عرض بکنم که گاهی این سردردهای میگرنی انقدر مکرر میشن و شدید یا تداوم پیدا میکنن که در حال حاضر از نظر سازمان جهانی بهداشت WHO به عنوان 7th بیماری ناتوان کننده دنیا شناخته شده. متاسفانه در بیماری میگرن مصرف داروهای مسکن شاید خیلی زیاد باشه و این زیاد بودن مصرف داروهای مسکن در بیماری میگرن هست که میتونه برای ارگانهای مختلف بدن عوارض رو به همراه داشته باشه و این یک دغدغه به شما میره. به همین خاطر توصیه میشه که از روشهای غیر دارویی بیشتر استفاده بشه برای کمک به این بیماران. قدم دوم بسته به این که فردی که ما میخوایم بهش درمان بدیم بچه است، بارداره، بچه شیر میده، خانم، آغاز، چاق، لاغره. نسخه های میگرن و مربوط به سردرد رو اکثرا ما میپیچیم و میدیم به مریضا و خب بخش عمده ای از نسخه داروی مسکن هست که البته فقط هم مسکن نقش تسکینی نداره، نقش ضد التهابی هم داره که مریض در یک دوره زمانی که مصرف بکنه کلن فرکانس حملاتش کمتر میشه. اگر مسکن‌ها یا داروهای نسخه شده برای سردرد را بیش از 10 روز در ماه و به مدت 3 ماه مصرف کنید دچار عارضه جدی به نام سردرد ناشی از مصرف زیاد دارو می‌شوید که نه تنها داروها درد را از بین نبرده بلکه با نتیجه معکوس منجر به درد می‌شوند که کنترل چنین سردردهایی از جمله چالش‌های درمان میگرن است. بیشتر اوقات من نصف شب سرم درد می‌کنه، مثلا سر شبش مشکلی ندارم ولی نصف شب ساعت 3-4-5 صبح سرم درد میگیره تا دیگه مسکنی که مالا میگیرنه تا اونو نخورم آروم نخورم. اونم قبلا زودتر آرومم میکرد، مثلا اگه میخوردم 1 روب بعد آروم میشدم ولی الان چون زیاد مصرف کردم میگه بدنم عادت کرده، اونم دیگه الان مثلا شاید وقتی میخورم 40 دقیقه 1 ساعت بعد آروم میشه. بزرگترین عارضه‌ای هم که ممکنه برای بیماران داشته باشه عارضه گوارشی هست و اگر مصرف خیلی طولانی و دراز مدت داشته باشه ممکنه که عوارض کبدی و غیره هم کلیوی و کبدی هم به دنبال داشته باشه. علاوه بر درمان‌های دارویی امروز روش‌های غیر دارویی نیز وجود دارد که در برخی بیماران به طرز چشمگیری موجب کاهش میزان یا دفعات عود سردرد می‌شود.
داروی میگرن مصرف کرد، طب سوزنی بردمش، انرژی درمانی بردمش، حجامت بردمش، 3 جلسه کلینیک درد بردم، پیشونیش تزریق کردن، ولی خب هیچ کدوم اثری نداشت. از درمان‌های نوین میتوان به استفاده از سم بوتولینوم نوع A یا همان بوتاکس در میگرن مزمن اشاره کرد. از جمله درمان‌های نوین غیردارویی میگرن استفاده از دستگاه سفالی است که با مکانیزم انتقال جریان الکتریکی از طریق پوست کار می‌کند و در واقع همان روشی است که در فیزیوتراپی قسمت‌های مختلف بدن کاربرد دارد. وسیله دیگر که تاییدیه دارد روشی به نام TMS است. در این روش دستگاه بعد از شروع سردرد میگرنی استفاده می شود و شامل جریانی است که این جریان یک محوطه مغناطیسی برپا می کند که به جمجمه نفوذ کرده و یک جریان ثانویه تولید می کند که قشر مغز و همچنین رشته های عصب پنجم مغزی را تحریک می کند. مراکز بزرگ علمی دنیا سالها دارن روی این قضیه کار می کنند که یک تکنولوژی رو ارائه بدن و یک درمانی رو ارائه بدن که عوارض جانبی بسیار پایین داشته باشه یا اصلا عوارض جانبی نداشته باشه. این دستگاه اساس کارش بر ایجاد ایمپالس‌های الکتریکی هست و این ایمپالس‌های الکتریکی در قسمت پیشانی توسط یک الکترودی که بین ابروها چسبیده میشه به عصب تریجمینه که معمولاً منشأ سردردهای میگرنی از عصب تریجمینه هست منتقل میکنه. این ایمپالس‌های دقیق الکتریکی در درجه اول باعث میشه که آستانه تحریک عصب تریجمینه بالا بره و در درجه دوم با ترشح اندورفین باعث میشه که بیمار تحملش به درد بیشتر بشه. بیوفیدبک و نوروفیدبک نیز دیگر روش کاربردی است. بیوفیدبک تکنیکی است که شما یاد میگیرید چگونه عملکرد بدن خود را کنترل کنید. نوروفیدبک نوعی از بیوفیدبک است که امواج مغزی را اندازه‌گیری میکند. ولی اگر که دارو نخواهیم به هر دلیلی استفاده بکنیم یا کنار دارو روش‌های دیگه استفاده بشه، یک دستگاه خاصی است به اسم سفالی که از انجمن غذا داروی آمریکا تاییدیه داره برای میگرن. روش‌های غیر دارویی نوین مانند بهره‌گیری از تکنیک سفالی، نوروفیدبک و بیوفیدبک به عنوان خط اول درمان میگرن نیازمند بررسی بیشتری است و به عنوان درمان کمکی توصیه می شوند. حالا اینکه روش‌های دارویی سیستمیک و محاسبه شده اثرات ثابت شده ای دارند. فرض کنید کسی که میگرن داره باید حتما خوابش منظم باشه. معنیش اینه که در تمام طول هفته باید یه جور ساعت خواب داشته باشه. نمیتونه روز کاری رو 6 صبح پاشه ولی جمعه رو 8 بیدار شه با سردرد بیدار میشه. غذاش تغذیه باید منظم باشه. صبحانه، نهار، شام، میان وعده. موبایل، تبلت مدت طولانی سر خم کج مثلا تو رخت خواب شروع به خیلی وقت عاملش همینه. تو معاینه متوجه میشیم که عضلات گردن حالت اسپاسم دارن، انقباض دارن و اون باعث سردرده. در خصوص روش‌های غیر معمول مانند ماجیک تراپی و درمان با داروهای گیاهی باید هشدار داد، ولی گاهی بعضی از گیاهان دارویی هجامت و تب سوزنی تا حدی موثرند. به یاد داشته باشیم که همه افراد به خصوص کسانی که مستعد سردرد میگرنی‌اند راهکارهای زندگی سالم را جدی‌تر بگیرند.